سلام بچه ها، من پریسا هستم و امروز هم اومدم با یه نقاشی دیگه که میتونید از این طرح برای تتو هم استفاده کنید. قبل از دیدنش لایک و سابسکرایب یادتون نره. امروز شروع کردم به خوندن یه کتاب جدید درباره روح و مردن که چیزای جالبی توش نوشته و گفتم اینجا براتون یه تیکه هایی رو ازش بگم. مثلا نوشته بود که کسایی که تو حالت کما هستن تو وضعیت بلا تکلیفی هستن و هنوز آماده نیستند از این سطح عبور کنن و به سطح دیگه ای برن و دارن تصمیم میگیرن که آیا میخوان عبور کنن و برن یا نه. اگه احساس کنن که دیگه در قالب مادی چیزی نیست که یاد بگیرن، اون وقت اجازه پیدا میکنن عبور کنن و به مرحله روح برن. اما اگه چیزی باشه که باید تو این دنیا یاد بگیرن، دوباره برمیگردن حتی اگه خودشون نخون. این براشون زمان استراحت، زمانی که نیروی ذهنیشون میتونه استراحت کنه، این حالت کما. یعنی تو حالت کما هیچ دردی حس نمی کنن، ولی به محض اینکه می فهمن کارشون روی زمین تموم نشده و باید به جسمشون برگردن، فوراً به جسمشون متصل میشن و دوباره درد و بقیه حسهای مادی رو احساس میکنن. خیلی جالبه. بعد نوشته بود که آن زمان مردن و زمان اومدن به جسم و ترک کردنش رو خودمون انتخاب میکنیم. هر وقت کاریو که به خاطرش به اینجا فرستاده شدیم انجام بدیم، خودمون میفهمیم، یعنی میفهمیم که مهلتمون که تموم میشه و مرگ رو میپذیریم و میفهمیم که دیگه قرار نیست چیزی از زندگی آیدمون بشه. اون وقته که میمیریم. جالبه. بعد نوشته بود ذهن آدم از سه کره به وجود اومده. هر کدوم از کره ها از اون یکی کوچیکتره و در داخل همدیگه قرار میگیرن و هر کدوم معرف لایه و درجه ای از خودآگاهی ذهنیه. اولین لایه رو که معرف ذهن خودآگاهه، منشأ استدلالات انتقادی و تحلیلی ماست. لایه دوم ذهن نیمه آگاهه، یعنی همون ناحیه‌ایه که قبل از بقیه قسمت‌ها به خواب مصنوعی میره تا به بایگانی خاطرات مربوط به این زندگی و زندگی‌های قبلیمون دسترسی پیدا کنه. لایه سوم که داخلی ترین لایه هست، ذهن ابرآگاه ماست. حالا نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه ابرآگاه رو. حالا به هر حال این ذهن مربوط به وقتیه که ما حالت مظهر یک نیروی برتر رو داریم و میگه یه حتی ممکنه این یه لایه ذهنی نباشه و خود روح ما باشه، هویت ما رو تو خودش نگه میداره. خیلی جالب بود، چیزای خیلی خوبی توش نوشته بود. حالا بعدن معرفی میکنم کتابو براتون.